بعد از اینکه دستگاه قضایی ایران برای سه جوانی که در اعتراضهای آبان ماه سال گذشته شرکت کرده بودند حکم اعدام صادر کرد، کارزار گسترده توییتری زیر عنوان اعدام نکنید در بین ایرانیان به راه افتاد و خیلی زود به یک حرکت جهانی تبدیل شد، به طوری که ظرف 24 ساعت بیش از 4 میلیون بار توییت شد و به ترند اول توییتر در جهان تبدیل شد. یکی از کسانی که چند دهه است برای لغو اعدام در ایران تلاش می‌کند، رویا برومند، مدیر سازمان حقوق بشری بنیاد برومند است. بنیادی که به نام عبدالرحمن برومند، یکی از رهبران جبهه ملی ایران و پدر رویا برومند که در فروردین 1370 در پاریس ترور شد، به وجود آمد. آیا دنیا شاهد یک تغییر بنیادی در ذهنیت جامعه ایران نسبت به اعدام است؟ رویا برومند مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است. خانم رویا برومند، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون. خانم برومند، به نظر شما یا میشه این کارزار وسیع توییتری که اخیراً راه افتاد نوعی تغییر در ذهنیت جامعه ایران نسبت به اعدام دونست؟ بله، 100%. جامعه ایران تغییر کرده در طول سالهای اخیر. ما یک چنین کارزاری رو هیچ وقت ندیده بودیم به چنین وسعتی، و حتی در خارج از کشور برای مخالفت با اعدام افراد دیگه در آمریکا یا جای دیگه هیچ وقت چنین کارزاری نبوده. ما وقتی که 20 سال پیش کارمون رو شروع کردیم در مخالفت با مجازات اعدام، اصلا موضوع اعدام یک موضوع تابو بود، یعنی که خیلی مشکل افراد وارد این بحث می شدن. حالا چه به دلیل اینی که خب احساس می کردن ریسک این بحث زیاده، چه به دلیل این که علاقمند نبودن. و بعد مدتها مشکل اصلی این بود که افراد وقتی که اظهار نظر می کردن که زیاد نبود، یا می گفتن این افراد باید کشته بشه گناهکار، یا میگفتن نه بیگناه در مورد، اما هیچ کس واقعا متوجه نبود که در حقیقت با سیستم قضایی امروز ایران و با دادرسی، نوع دادرسی که میشه، در حقیقت مطلع نیستن. و بنابراین این اینجوری بود و در سالهای اخیر خیلی پیشرفت شده. بسیار خب، حالا ممکنه همین پیشرفتی که شما میگین در سالهای اخیر، ممکنه احیانا این حرکت به حساب بخشی از طبقه متوسط و آگاهتر جامعه گذاشته بشه که اصولا به هر حال ظرفیت تغییر ذهن داره برای نگاهش به اعدام. تا چه حد فکر میکنین که این نه به اعدام وارد عمق جامعه شده و احیانا اون کسانی که در گذشته، در همین گذشته نچندان دور، در انبوه خودشون میرفتن و مراسم علنی اعدام رو تماشا میکردن، روی اونها اثر گذاشته و اونها ذهنیتشون احیانا تغییر داره میکنه؟ ببینید، من فکر نمیکنم که به این سادگی بشه مردم رو از هم جدا کرد. همون طبقه متوسط جامعه اتفاقا خیلی کمتر با اعدام سر و کار داره. واقعیت اعدام و یکی از دلایلی که افرادی که با مجازات اعدام مخالفت میکنن، این مخالفت رو میکنن، اینه که افراد در مقابل این مجازات برابر نیستند. یعنی که اعدام گریبانگیر فقرا هست، یعنی کسانی که نمیتونن به خوبی از خودشون دفاع کنن، آگاهیشون کمتره، امکان گرفتن وکیل خوب ندارن. یعنی این در کلیت مجازات اعدامه. بنابراین اگر که کسی بدونه که اعدام یعنی چی، مردم عادی هستن و مردمی که همون مردمی که میان تو خیابون دی ماه یا اومدن تو خیابون آوان ماه، افرادی هن که وضع زندگیشون خوب نیست و یک کمی تغییرات اقتصادی باعث گرسنگی یا گرفتاری یا از دست دادن منزل میشه و اونها هستن که
قربانیان اعدامن. الان این سه نفر به هر حال مورد خاصه و مردم و طبقه متوسط همه به برای معترضان نگران هستن و اصولا اعدامهای سیاسی براشون اهمیت داره، ولی کل در کلیت اعدام من فکر میکنم که تغییرات با اینکه ما امکان نظرسنجی درست در داخل ایران نداریم، فکر نمی کنم بشه جامعه رو جدا کرد به طبقه متوسط و بقیه. حالا شما صحبت از نظرسنجی کردید، اگر امکان این باشه که در ایران یک نظرسنجی آزادانه و مستقلی امروز بشه، شما فکر میکنین اکثریت جوابشون به این موضوع چیه؟ فکر نمی کنم بشه جواب مطمئنی داد. من فکر میکنم در تمام جوامعی که دولت ها مجازات اعدام رو حذف کردن، به هر حال یک اکثریت، حالا اکثریت زیادم نباشه، موافق اعدام بودن. البته خیلی از این جوامع خشونتی رو که جامعه ایران دیده ندیده بوده، ولی این مسئله درازمدته. ولی در همون جوامع بعد از سالها که دوباره نظرسنجی کردن، اون طرفداران اعدام اقلیت شدن. بنابراین ولی خب و فکر میکنم ایرانم خیلی نباید متفاوت باشه، منتها مسئله اینه که آگاهی خیلی بیشتر شده و این آگاهی قدم اول برای تصمیمات صحیح. بسیار خب، حالا یک مسئله دیگه که شاید خیلی نوعه در جامعه ایران و اون همدلی بعضی از افراد حکومتی یا نزدیک به حکومتی و همینطور انعکاس این مسئله در رسانه و به خصوص روزنامه های ایرانه و تیترهایی که زده میشه. مثلا شما نگاه کنید به تیتر اول روزنامه همشهری که میگه انتظار برای توقف یک حکم، یا مثلا تیتر بزرگ روزنامه اعتماد که میگه دست نگه دارید. این تیترها اینا به شما چی میگه به عنوان یک فعال حقوق بشری؟ به من خیلی خوشبینی میده و البته در دنیای سیاست این موج سواری هم هست. یعنی این چیزی که به من میگه اینه که درجه حرارت جامعه خیلی خیلی نگران کرده بعضی از گروه های حاکمیت رو و بنابراین احساس میکنن که باید همبستگی پیدا کنن یا همبستگی داشته باشن. نمیتونیم حساب کنیم روشون، چون در بحث اعدام افرادی بودن که در طول سالها همیشه به عنوان متخصص مخالفت کردن، ولی این که شما مخالف اعدام این افراد خاص باشین، حمایت خاصی از این اعتراضات نشده بود و بنابراین این فکر میکنم فقط یک حرکت سیاسیه. منتها این به معنای این نیست که وجود نداشته باشن افرادی در حاکمیت ایران که متوجه باشن که اعدام بیفایده است و اشکال بیشتر پیش میاره تا مسائل رو حل کنه. منتها اونها در موقعیت تصمیم گیری نیستن، یعنی در شورای نگهبان یا در رده های بالای قوه قضاییه نیستن. خب حالا عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی ایران خیلی رو به این نتیجه رسونده که حکومت ایران اصولا توجهی به افکار عمومی بین المللی نسبت به این مسائل و اعدام نداره و یک زمانی آیت الله منتظری گفته بود که جمهوری اسلامی ایران برخلاف زمان شاه نسبت به افکار عمومی جهانی کاملا بی‌اعتنا است، براش اهمیتی نداره و به همین دلیل هم هست که اعتنایی نمی‌کنه به اونها. شما فکر می‌کنین این نگاه الان در جامعه ایران داره تغییر می‌کنه، یعنی در حکومت ایران داره تغییر می‌کنه؟ یعنی برایشون مهمه که چی میگن در موردشون؟ 100%. از نظر کلیت بگم که هیچ حکومتی دلش نمیخواد که مردم در خارج از کشورش بدونن چه بلایی سر مردم کشور خودش میاره. یعنی این اصلا طبیعت هر حکومتیه. حالا اینکه هر حکومتی چه جوری عکس العمل نشون بده فرق میکنه، ولی از اوایل انقلاب تغییر خیلی زیادی بوده. شما ببینین اولا که جمهوری اسلامی کنوانسیونهای جدید امضا کرده
که دلیلی نداشت امضا بکنه و تصویب کرده. و بعدش هم که ما مرتباً میبینیم که مقامات ایران توضیح میدن، چند تا مثال هم میتونم براتون بزنم، از قوه، از سخنگوی قوه قضاییه تا قاضی تا انواع و اقسام مقاماتی که موجه هستن توضیح میدن که ما مثلا به خاطر اینی که انتقاد از ما نشه در صحن بین المللی، برای اینکه تصویر نظام خراب، چهره نظام خراب نشه در انظار عمومی بین المللی، مثلا قطعیت کمتر میکنیم یا به اندازه کافی نمیکنیم، یا تعداد اعدام ها رو آوردیم پایین، یا اعدام قانون مواد مخدر رو اصلاح کردیم، و اینها رو میگن، اصلا خودشون میگن. و شما مطمئن باشید که اگر که براشون این قضیه اهمیت نداشت، اولا اینقدر تلاش نمی کردن در سازمان ملل که بگن که ما این کارا رو نمی کنیم و ما نه، اینها دروغ، سازمان حقوق بشر دروغ میگن، مرتب بیان صحبت کنن، دیالوگ های حقوق بشر داشته باشن با سازمان ملل و با کشورهای مختلف. و بعدم مطمئن باشید که ما این همه سال این کار نمی کردیم اگه فکر می کردیم تأثیر نداره. شما کلی از قوانین ایران تغییر کردن. اول انقلاب افراد نه وکیل داشتن، نه تجدید نظر داشتن، حکمم دقیقا بعد از اعلام رأی دادگاه اجرا می شد. الان به هر حال با اینکه هنوز خیلی فاصله داریم با یک دادرسی عادی عادلانه، به هر حال یه افراد وکیل دارن، وکیلاشون سعی میکنن دفاع بکنن، هنوز در دادگاه در زمان بازجویی دسترسی به وکیل ندارن، ولی حتی اون قانونم الان راهو باز کرده برای اینکه داشته باشن. حالا اینکه اجرا نمیشه یک مسئله جداییه، ولی 100% این به هر حال شما معتقدید که تغییراتی داره صورت میگیره. حالا اگر واقعا تغییر ذهنیتی در جامعه ایران داره صورت میگیره، شما فکر میکنین نتیجه چه عواملیه؟ آیا نتیجه کارزارهای گسترده مثلا فرض کن مثل سازمان عفو بین الملل یا بنیاد برومند یا مثلا چه عوامل دیگه ای ممکنه دخیل بوده باشه در اینکه یواش یواش جامعه ایران هم در بطن جامعه و هم در برای سلسله مراتب حکومتی داره تغییر میکنه؟ ببینید، من فکر میکنم یک کلیتی دیگه، درسته کارزارهای مداوم سازمانهای حقوق بشری و دسترسی مردم به تعداد زیاد به اطلاعات خیلی تأثیر داره. یعنی در حقیقت هر پیشرفتی وابسته به آگاهی و تغییر فرهنگی در مردم یک کشوری، و بنابراین این که دسترسی دارن به اطلاعات نسبت به دهه 60 نسبت به دهه 70، خب این باعث میشه که بحثا رو ببینن، فکر بکنن. این حتما هست، فکر میکنم تا یه اندازه ای هم مردم، تعداد بیشتری از مردم اطمینان خودشون رو به اون چیزی که میشنون از دست دادن در داخل کشور، این هم تاثیر داره. یعنی شک دارن به چیزایی که میشنون و خب میبینن دیگه. یعنی هر دفعه که یک اتفاقی در داخل کشور میفته، یک تعداد بیشتری از مردم ضربه میبینن و آزار میبینن، و بنابراین یک تعداد بیشتری از مردم اطمینانشون رو به نظام از دست میدن و طبیعتاً گوششون بازتر میشه به چیزهای دیگهی که میشنون. بسیار خب، حالا شما در بنیاد عبدالرحمن برومند دقیقاً برای به اصطلاح کارزار علیه اعدام، برای تلاش برای لغو اعدام در ایران دقیقاً چه کار دارین میکنین؟ ما الان نزدیک 20 ساله من و خواهرم این سازمان رو بنیان گذاشتیم، تقریباً 20 سال پیش. چند بود داره کار ما، و در طول سالها هم نسبت به تحولات داخل ایران تحول کرده، ولی ما به دلیل تجربه زمان انقلاب
این محور این فعالیت ها انسان ها هستند، افراد بدون تبعیض، بدون اینکه توجه کنیم به اینکه شناخته شده هستند نیستند، مذهبشون چیه، قومیتشون چیه، یا اینکه حتی دلیلی که مجازات اعدام براشون میاد و اعدام میشن چیه. یکی از بزرگترین فعالیت های ما مستندسازی اعدام و نقض حقوق متهمان، یعنی که ما یک یادبودی داریم که الان بیش از 25 هزار نفر توش هستن که هر کدوم، هر فردی که کشته شده یک صفحه داره. بنابراین این وسیله ما برای تاثیرگذاری. بعد از این به هر حال صحبت‌های مسئولان رو جمع‌آوری می‌کنیم، مسائلی که احکام دارن یا مسائلی که در دادرسی بوده اینها رو سعی می‌کنیم شهادت بگیریم و مستند بکنیم و بعد اینها رو ما منتشر می‌کنیم. برای اینکه ما چند هدف داریم، هدف ما یکی فرهنگ سازیه و کسی که طرف صحبت ما مردم ایران هستن، یکی این که آگاه کنیم جامعه بین المللی رو و به موارد نقض حقوق بشر، و یکی اینه که به یه صورتی، چون مقامات ایران که با ما صحبت نمی کنن، ولی به هر حال باید یک دیالوگی باشه و ما از طریق مقامات بین المللی این دیالوگ رو ایجاد می کنیم. یعنی اونها که صحبت می کنن، ما کارمون اینه که با مستند کردن نقض حقوق بشر و با مستندات زیاد و مثالهای زیاد و داستانهای مردم واقعی که چی میشه و چرا اعدام میشن، توجه اونها رو جلب کنیم که اونها توجه مقامات ایران رو جلب کنن و بعد این دیالوگ و این صحبتی که دارن روی پایه اطلاعات باشه، نه روی پایه شعار و نمیدونم این چیزا. بسیار خوب. حالا در سالهای اخیر خانم بروبن، تلاش هایی برای تثبیت کشتارهای سالهای دهه 60 و به خصوص اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان جنایت علیه بشریت صورت گرفته و از این طریق کشوندن احتمالاً به اصطلاح این موضوع به دادگاه بین المللی، ولی تا به حال راه به جایی نبرده. شما فکر می‌کنید چرا به هر حال بی نتیجه مونده این تلاش ها؟ حالا من نمیگم که بی نتیجه بوده این تلاش ها. ببینید، ما الان به هر حال یک حکومتی سر کاره که گناهکاره، بنابراین هیچ دلیلی نداره که بیاد خودش رو محاکمه کنه. بنابراین ما الان تو دوران گذار نیستیم، ولی با اینکه در دوران گذار نیستیم، با مستند کردن این اعدام ها و گرفتن شهادت ها و کارزار ها، این باعث شده که از یک موضوعی که به هیچ وجه اجازه مطرح کردنش نبود در ایران و به هیچ وجه هیچ کس راجبش صحبت نمی کرد، برسیم به این که مقامات بگن نه این اتفاق نیفتاده، و بعد برسیم به این که بگن که بله این اتفاقات افتاده ولی اونها به ما حمله کردن و ما دفاع کردیم، و بعد شروع کنن برسیم به اون جایی که بعضیا انتقاد میکنن، بعضیا میگن نباید این اتفاق میافتاد. به هر حال موضوع کاملا تغییر کرده و خب ما چون تو دوران گذار نیستیم، چاره دیگه ای نداریم و از نظر قانون بین المللی افراد نمیتونن یک کشور رو ببرن دادگاه بین المللی. یک به هر حال خواست سیاسی بین المللی لازمه برای اون خواست یا اراده بین المللی. یعنی شما در واقع برای اینکه اینها به یک جایی برسونین که بالاخره محرز بشه این قضیه که قرار راه به جایی ببره، به چه حمایت هایی و از کجا نیاز دارید؟ ببینید، ما اولا همبستگی بین سازمان های حقوق بشر لازم داریم که هست. ما حمایت افکار عمومی ایران رو احتیاج داریم که به هر حال در طول سالها خیلی بیشتر شده، و حمایت افکار عمومی خارج از ایران رو. سیاستمدارا به هر حال کارشون همیشه وابسته به سیاست‌های روزه و اون چیزی که فکر میکنن منافعشون هست. بسیار خب. خانم برومن، شد پدر شما در سال 1370 در پاریس ترور شد،
حدود 30 سال گذشته ولی هنوز کسی در این خصوص بازداشت نشده و پرونده همینجور لاینحل مونده. فکر میکنید احیاناً این به دلیل بدبستان‌های سیاسی بوده که به جای نبرده یا صرفاً ناشی از کوتاهی پلیس فرانسه؟ ببینید، پلیس فرانسه فوری اون زمان به ما گفت که این پدرتون قربانی تروریسمه و پدر ما به هر حال روی لیست ترور همیشه بود و فرانسه میدونست. و واقعیتش هم اینه که یه مدتی هم یک بادیگارد داشت، یه جلیقه ضد گلوله، بله، که هیچ وقت نمیپوشید. بعد بهشون تفنگ داده بودن، یعنی یک اسلحه داده بودن که از خودشون دفاع کنن، ولی پدرم با دو تا انگشت این اسلحه رو میگرفتن و به هیچ وجه علاقه ای نداشت. یعنی به هر حال پدر من این کارشون این نبود، وکیل بود و حق و حقوق و اینها براش مسئله بود. اینی که ممکنه که افرادی که اومدن پدر منو کشتن یا فردی که اومده، به هر حال به خاطر اینکه 3 ماه بعد از پدرم، 4 ماه بعد از پدرم شاپور بختیار رو کشتن که اون زیر دماغ 10، 12، 15 تا نیروی پلیس فرانسه که تو زیر زمینش بودن اتفاق افتاد، اونجا میشه گفت که از اون قضیه میشه گفت که احتمالاً فرانسه علاقه ای نداشت که با ایران گرفتاری پیدا کنه، چون که اگر که بدتر نباشه، به خاطر اینکه بعد از یک سری بمب گذاری در فرانسه، در فروشگاه های فرانسه در سال 86-87 بالاخره فرانسه با ایران مشکل رو حل کرده بود و بعدم انیس نقاش رو آزاد کرد و انیس نقاش که آزاد شد، پدرم و انیس نقاش کسی بود که آمده بود رهبری تیمی رو داشت که سعی کردن شاپور بختیار رو سال 1980 ترور کنن و متاسفانه یک پلیس فرانسوی کشته شد، یک همسایه، یک خانومی کشته شد، ولی بختیار زخمی نشد، یعنی نتونستن وارد خونه بشن. بنابراین اون موقع فرانسه به هیچ وجه به نظر می اومد که نخواد وارد گرفتاری و تنش با ایران بشه و بیزنس به هر حال اول دوران سازندگی بود و همه میخواستن که با ایران روابط خوب داشته باشن. در مورد پدرم راستشو بخواین ما نمیدونیم که ندارن، یعنی اطلاعات کافی زیادی ندارن یا اینکه پیگیری کافی نکردن. به هر حال ما راضی نیستیم از روند پرونده و پرونده همینطور باز هست، منتها از دادگاه شاپور بختیار و از اینکه وکیل یکی از متهمین که از سفارت ایران از سوئیس به فرانسه فرستاده شده بود، یکی از دوستان نزدیک وزیر امور خارجه فرانسه بود، میتونستیم فکر کنیم که علاقه ای نیست به عدالت. خب شما خانم برومن در عرض چند ماه شاهد 2 قتل بودید که تاثیر روانی خیلی شدید روی شما و خانوادتون گذاشت، یعنی قتل پدرتون و قتل شاپور بختیار. قاعدتا یک همچین موقعیتی وقتی پیش میاد آدم ها رو بیشتر سوق میده به طرف فعالیت های سیاسی یا فعالیت هایی که به هر حال نهایتا نتیجهش باعث این باشه که شما اون حکومت رو که دست به این کار رو زده ساقط بکنین و به هر حال فعالیت سیاسی بکنین، ولی شما برعکس رفتین به طرف فعالیت های حقوق بشری. چرا فکر میکنین که روی مسائل حقوق بشری تمرکز کردین؟ خب به خاطر اینکه این فعالیتی که ما الان میکنیم، بنیادی که ما شروع کردیم و الان 20 ساله که کار میکنیم، یکی از دلایلش کشته شدن پدرم بود و این یکی از انگیزه هاش کشته شدن پدر من بود. ولی واقعیتش اینه که پایه این سازمان و این فعالیت ما برمیگرده به اول انقلاب، یعنی دوران بعد از انقلاب که ما شاهد اعدام های خودسرانه و صحرایی بودیم و از مقامات
رژیم گذشته که جرمی اصلا مرتکب نشده بودن تا افرادی که برای مسائل جنسی که اصلا جرم نبودن اون زمانی که انجام شده بودن یا اعتیاد یا به هر حال به دلایل کاملا واهی کشته شدن و متاسفانه جامعه با اینکه یک سری افراد بودن که مخالفت میکردن اگر حمایت نمی کردن به هر حال هر کی سرش تو کار خودش بود و چیزی عکس العمل کافی اقلن از طرف نخبگان به اندازه کافی نبود. این پایه‌گذار شوک ما بود که چون ما به هر حال پدرم وکیل بودن، خیلی از دوستان وکیل پدرم وکیل بودن، یعنی ما تو یک محیطی بزرگ شده بودیم که حکومت قانون توش خیلی اهمیت داشت و برابری در مقابل قانون، آیین دادرسی، اینها جزو روزمره ما بودن و اصلا برای ما باور نکردنی بود. بنابراین ما اون موقع وقتی که فعالیتمون رو شروع کردیم، درسته من یک زمانی در نهضت مقاومت ملی بودم، اون زمانی که 18-19 سالم بود، همون اوایلی که نهضت آغاز به کار کرده بود، وقتی که شاپور بختیار بالاخره از ایران تونست بیاد بیرون، سال 59 در واقع که درست، اون موقع فعالیت ما اونجا هم حقوق بشری بود، یعنی که ما یک لیستی از اعدام ها بود منتها بدون توجه به اینکه سیاست این آدم ها چی بوده، از چپ و طرفدارای نظام سابق و هر کسی که اعدام شده بود، و بعد یک سری مثال آیین دادرسی که کاملا غیر قابل قبول بود و نقض حقوق متهمان بود. این کتاب منتشر شد و واقعیتش این بود که کسی خیلی علاقه من نبود، نه به اونایی که داشتن کشته می شدن، نه اونهایی که مخالف بودن، نه، یعنی پیدا بود که آمادگی جامعه نیست. بعد از اونم یک مستندسازی نسبتاً اساسی کردیم راجع به قربانیان جنگ ایران و عراق، هم عراق هم ایران، یعنی کسایی که در ایران و عراق کشته شده بودن و خود ایران و عراق میگفتن اینها کشته شدن. به هر حال علاقتون از همون اول به مسائل حقوق بشری بود ایلهام. به هر حال خیلی متشکرم خانم رویا برومند از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنونم شما.